استقبال از سال نو میلادی در سایه بیم و امیدواری نسبت به آینده. تایوان بر چنین بستری به استقبال انتخابات ریاست جمهوری در 13 ژانویه می رود. بیش از هر چیز به دلیل یک جمله ساده که می گوید تایوان مطمئنن دوباره به چین ملحق می شود. گوینده این جمله شی جین پینگ رئیس جمهور چین است که در سخنرانی سالانه خود در شب سال نو میلادی آن را بیان کرد. پیامی که لحن و ادبیات به مراتب تندتری نسبت به پیام سال گذشته او دارد که در آن تایوان را بخشی از یک خانواده خوانده بود. واکنش سای اینگ ون رئیس جمهور فعلی و یکی از کاندیداهای انتخابات در پیش روی تایوان به اظهارات شی چنین بود: آینده روابط در تنگه تایوان چیه؟ به باور من باید تابعی از اصول دموکراسی باشه. این اراده مشترک مردم تایوانه که باید در این خصوص به جمع‌بندی و تصمیم گیری برسه. هرچی باشه ما یک کشور دموکراتیکیم و روابطمون با چین رو هم بر همین اساس پی میگیریم. چین پیش از برگزاری انتخابات در تایوان فشار نظامی بر این جزیره را افزایش داده است. این جزیره 23 میلیون نفری خودگردان است، اما چین آن را به عنوان یک استان جدا شده خود می‌بیند که در نهایت تحت کنترل پکن در خواهد آمد، در حالی که تایوان با قانون اساسی و رهبران منتخب دموکراتیک خود را متمایز از سرزمین اصلی چین می‌داند. حزب دموکرات مترقی به رهبری سای اینگ ون که در 8 سال گذشته بر تایوان حکومت کرده، در مقایسه با دیگر احزاب تایوان نسبت به چین دارای مواضع محکم‌تری است و بر استقلال این جزیره از چین اصرار دارد. سرمایه‌گذاری جهان در تایوان به معنای امنیت کشور و آسایش خاطر همه ماست. هر خونه ای واسه خودش یک قفل داره که دلیلش نه تحریک همسایه ها بلکه امنیت بیشتر برای ساکنانشه. در سطح کشور هم همینطوره. مردم تایوان خواهان صلحند، اما صلح با عزت. پرسش اینجاست که در صورت پیروزی دوباره حزب سای اینگ ون، آیا جهان باید چشم انتظار یک رویاروی نظامی در تنگه تایوان باشد؟ به نظر نمی رسد. یا به عبارتی احتمال وقوع چنین سناریویی بسیار پایین است. در قابی گسترده تر می توان گفت که دلیل چنین خوشبینی به شرایط حاکم بر روابط دو ابرقدرت جهانی چین و آمریکا برمی گردد. دو قدرتی که روابطشان بر سر طیفی از موضوعات مختلف از جمله حمایت واشنگتن از تایپه دچار تیرگی شده بود. اما به نظر می رسد از اواسط نوامبر ورق برگشته است. رابطه چین و آمریکا هیچ وقت عاری از اختلاف نبوده و همیشه به برخی مشکلات برمیخوره. به رغم همه این کش و قوس‌ها، این رابطه داره به پیش میره. پشت کردن دو کشور بزرگ مثل چین و آمریکا به همدیگه گزینه درستی نیست. اقدام یک طرف برای تغییر مدل کشورداری طرف دیگه واقع‌گرایانه نیست و منازعه و مقابله جویی عواقب پیشبینی نشده ای برای هر دو طرف داره. یکی از مهمترین نتایج دیدار رهبران چین و آمریکا در ماه نوامبر سال گذشته شروع به کار دوباره خط ارتباطی ویژه میان ارتش دو کشور است. در سایه بهبود روابط این دو ابرقدرت می توان انتظار داشت که فارغ از هر نتیجه‌ای در انتخابات 13 ژانویه، وقوع یک رویاروی ناگهانی نظامی در تنگه تایوان، دریای جنوبی چین و فراسوی آن به سختی قابل تصور است. محسن ایزدی، لندن.